این سرزمین پهناور در قفس سینه تو که قرار داده؟ جوابش کیه؟ جوابش کیه؟ الله. کسی میتونه غیر از الله ادعا بکنه که این دلو به تو داده؟ اگر الله بخشنده این دل این سرزمین پهناوره، پس ما حق نداریم باغبانی این دلمونو به کسی غیر از الله بدیم. الله هم باید باغبان دل ما و شما باشه. وقتی اجازه میدی به الله که باغبانی دلت بکنه، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو میکاره. هر حرف قرآن یک بوته گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن، بهترین گلاب در کاشانه. همین گلاب کاشان سالهای سال میرفته به خانه خدا کعبه، با گلاب کاشان ما کعبه رو شستشو میدادن. اگر باغبانی دلمون رو به الله بدیم و الله باغبان دلمون باشه، هر نقطه پهناور این زمین پهناور که دل ما و شما باشه، یک بوته گله، هم خوشرنگ و جذاب و هم خوشبو و معطر. اما اگر خدای ناکرده این سرزمین پهناور رو به ابلیس و شیطان دادید، بذر چی میکاره؟ اگه باغبان دل ما و شما ابلیس و شیطان شد، بذر کینه، نفاق، شهوت، معصیت، فساد، ظلم، تباهی، گناه، خیانت، غدر، حسادت، دیگه هر روز باید سینه اینطوری بگیهید. این سینه رو میفشاره تو معصیت، سینه انسان دل تو سینه میفشاره. سیاه رگ ها اگر فعال شدن، خون های فاسد و وارد چه قلب تو میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک پارچه گوشی در قفسه سیر توست که اون دل اسمش قلبه. اذا صلح صلح الجسد کله و اذا فسد فسد الجسد کله الا وهی القلب. یک تک گوشی به اندازه کف دست اگر صالح شد، اینجاست که خون پمپاژ میکنه، خون معنوی که حیات ما به اون مرتبطه. اینجا نباید لانه شیطان باشه.